خانومی که بیکارتش را در پی خودارضایی از دست داد. این روایت مستندی از زندگی راحله است که پس از انجام ناخود آگاه عمل خودارضایی در برهود پشیمانی فرو رفته است. داشتن بیکارت و دیده شدن خون در شب زفاف جزو الزامات اساسی یک زندگی زناشویی در افغانستان دانسته می شود و به همین دلیل راحله مانده است که چگونه به شریک زندگی آیندهش توضیح دهد که او به صورت ناخودآگاه بیکارتش را از ناآگاهی باخته است. ادامه این داستان را با ما همراه باشید. اما اگر هنوز عضو کانال بوداپرس نیستید، می توانید همین حالا سابسکرایب کنید تا بیننده ای اولین ویدیوهای بعدی ما باشید. آنچه در پی می آید روایت مستندی از زندگی راحله است که پس از انجام ناخود آگاه عمل خودارضایی در برهود پشیمانی فرو رفته است. داشتن بکارت و دیده شدن خون در شب زفاف جزء الزامات اساسی یک زندگی زناشویی در افغانستان جوامع سنتی دانسته می شود و به همین دلیل راحله مانده است که چگونه به شریک زندگی آیندهش توضیح دهد که او به صورت ناخود آگاه بکارتش را در قماری از ناآگاهی باخته است. به همین دلیل او هرگز تا اکنون جرأت نکرده که با خواستگارانش بله بگوید و پا را از قلمرو تنهاییش به سرزمین زندگی مشترک بگذارد. خود ارضایی در نزد مردان و به خصوص نوجوانان یک امر شایع است، اما دختران و زنانی نیز هستند که ناخود آگاه به این عمل آشنا و در دام عوارضی پس از انجام آن گرفتار می شوند. عوارض انجام عمل خود ارضایی در نزد مردان ممکن است فقط صحت آن را هدف قرار دهد، اما در نزد دختران غیر از باد صحی دنیای آنها را نیز تیره و تار می کند. پس در ادامه داستان شما قصه راحله را خواهید شنید که چگونه در شب سرد زمستان دست خود را در بدنش میماند و بکارتش را از دست میدهد. اما قبل از شنیدن داستان، نداشتن بکارت نشانه بد اخلاقی نیست. در حالی که داشتن پرده بکارت دختران در کشورهایی که از لحاظ طبابت پیشرفت کرده است یک موضوع بسیار پیش پا افتاده محسوب میشود، اما در جامعه سنتی افغانستان داشتن بکارت نماد پاکدامنی دختران تلقی می شود. بر اساس گزارش های نشر شده از آدرس منابع مدافع حقوق زنان در افغانستان، آن تعداد از دخترانی که بعد از سپری کردن شب زفاف نزد خانواده های شوهرشان سالم بودن بکارت خود را ثابت نکرده اند، نه تنها مورد خشونت های فیزیکی قرار گرفته اند بلکه به کام مرگ کشانیده شده اند. حفیظ امرخیل سرطبیب شفاخانه ملاله بیژنتون در پاسخ به این که بکارت دختران تنها در اثر مقاربت های جنسی از بین می رود و یا خیر، در مصاحبه اختصاصی با روزنامه صبح کابل می گوید که نداشتن بکارت نشانه بد اخلاقی دختران نیست. بکارت دختران از یک نوع پرده بسیار نازک ساخته شده است. بعضا این پرده بغیر از مقاربت جنسی روی عوامل مختلف دیگر نیز از بین می رود. علم طبابت ثابت کرده است که بسیاری از دختران از رحم مادر بدون داشتن بکارت زاده می شود. به گفته سرطبیب شفاخانه ملاله، حرکات ثقیل در از بین بردن بکارت دختران تأثیر دارد. همچنین وقت دختران رحمشان چرکین و یا میکروبی شود، بکارتشان از بین می رود. این متخصص نسایی ولادی تأکید کرده و می گوید که بکارت انواع و اقسام مختلف دارد. ممکن است که حین مقاربت جنسی حتی بدون خونریزی هم از بین برود. با گفته او، با نادیده شدن خون در اول رابطه جنسی نباید برچسب ناباکره بودن به یک دختر زده شود. راحله را خبرنگار روزنامه صبح کابل در یکی از کلینیک های ویژه زنان که به این گروه در زمینه مسائل جنسی مشاوره و راهنمایی میدهد ملاقات کرده است. پس از معرفی به سادگی حاضر شده که صندوقچه دلش را باز کند و به اسم مستعار آنچه در قلمرو خصوصی تن او گذشته را با ما در میان بگذارد. به این امید که دیگر دختران تن به این لذت زودگذر ندهند و از آن درس بگیرند. راحله آنطور که خودش میگوید 18 ساله است. ظاهر معصومش نیز سن او را تایید میکند. داغهای نوجوانی به تازگی در صورت او نقش بسته. تراوت و نشاط جوانی از چهرهش میبارد. میگوید که حدود 6 سال پیش زمانی که هیچ چیزی در مورد تن و تنانگی نمیدانیست و صورت ناخود آگاه بکارتش را از دست داد. اما کار راحله چگونه به اینجا کشیده است؟ در یکی از شبهای سرد زمستانی راحله در یک مهمانی به خانه خاله‌اش دعوت میشود. در آن شب
راحله قبل از رفتن به بستر خواب همراه با دختر خالش برای رفع حاجت به تشناب می رود و همراه با آب سرد وضو می گیرد. او به دلیل سردی بیش از حد آب و هوا در ناحیه محولش سردی دوام با درد را احساس می کند و به همین دلیل از دختر خالش کمک می طلبد. دختر خالم برایم گفت راهی آسان این است که دست خود را با حرارت بخاری کمی گرم کن و به سر جانت بگذار. راحله همین کار را می کند. در اینجا که می رسد صدای راحله با حقوق بلند همراه می شود و در حالی که سرش رو به پایین است می گوید وقتی دستانم را روی جانم گذاشتم برایم حسی عجیبی توأم با لذت فراوان پیدا شد که قبلا هرگز تجربه نکرده بودم. بعدن آهسته آهسته انگشت خود را داخل محولم کردم و این عمل چندین مرتبه تکرار شد. او در ادامه توضیح می دهد دیری نگذشته بود که برایم حسی پیدا شد که گویا ادرارم بیرون ریخته است. وقتی با دست محل مورد نظر را لمس کردم دیدم که خون آمده و دستم با خون آلوده شده است. وحشت تمام وجود راحله را فرا می گیرد. جرأت نمی کند که این موضوع را با دختر خالش در میان بگذارد. پس از طلوع خورشید به زودترین فرصت خود را به مادرش می رساند و آنچه را که بر او گذشته مو به مو برای مادرش قصه می کند. اینجاست که حس وحشت وجود مادر راحله را نیز فرا می گیرد و با عصبانیت تمام سیلی محکمی بر صورت راحله می کوبد. مادر نگران آینده دخترش است و او به خوبی می داند که نداشتن پرده بکارد چه عواقبی برای دختر او در پی می آورد. چاره ای نمی بیند. راحله را توبیخ می کند و می گوید که او دیگر دخترش نیست. راحله باشنده اصلی ولایت میدان وردک است. آنها چند سالی می شود که به کابل کوچیدند. بدترین خاطره راحله از زمانی ثبت شده که مادرش به همسایگان تازهش او را دختر خوانده اش معرفی می کند. زیرا در اینجا از دوستان نزدیک آنها کسی نبود و در صورتی که راحله نتواند شوهر بیابد حداقل از آبروریزی خانواده جلوگیری بشود. راحله اکنون به یک مرکز مشاوره جنسی بانوان آمده تا شاید دکتر معالج راه حل برای مشکل او دریابد. چون ترمیم بکارت در افغانستان غیر قانونی دانسته می شود هیچ دکتر معالجی به خواست راحله پاسخ مثبت نمی دهد. چرا خود ارضایی؟ خود ارضایی نوعی از رویش ارضای میل جنسی است. معمولا این عمل بدون رابطه جنسی توسط فرد در ناحیه تناسلی صورت می گیرد. بشیر احمد سروری مسئول دپارتمنت صحت روانی در وزارت صحت عامه می گوید خود ارضایی یک نوع عمل شناخته شده در سطح جهان می باشد و به گفته او تحقیقات علمی و طبی نشان دهنده این است که انجام خود ارضایی تا کنون کدام مشکل صحی جدی را از خود بر جا نگذاشته است و در بعضی موارد انجام خود ارضایی در فرد به غرض ارضای میل جنسی بسیار مفید تمام شده است. او در پاسخ به این که چه تعداد از زنان افغان دست به خود ارضایی می زنند آماری در دست نمی دهد، اما می گوید تحقیقاتی که در رابطه با خود ارضایی زنان در سطح جهان صورت گرفته است نشان می دهد که از هر چهار زن سه زن خود ارضایی را در زندگی خود تجربه می کنند. معمولا زنان عمل خود ارضایی را از سن 14 سالگی تجربه می کنند. آقای سروری در مورد پیامدهای منفی خود ارضایی در نزد دختران می گوید که بسیاری از دختران و زنان به دلیل عدم آگاهی از عوارض خود ارضایی با انجام آن آسیب های زیاد را متوجه دستگاه تناسلی خود می کنند. با گفته ای او در بیشتر موارد انجام عملی ناخواسته خود ارضایی باعث پارگی پرده بکارت در نزد دختران می شود. سروری در ادامه می گوید دخترانی که خود ارضایی را تجربه می کنند از داخل کردن انگشتان دست و یا اشیا در ناحیه تناسلشان خودداری کنند تا بکارتشان در جریان خود ارضایی آسیب نبینند. سروری در مورد دلایل چرایی انجام این عمل توسط دختران گفت زمانی که دختران به سن بلوغ میرسند و خواهشات جنسی آنها طغیان میکند دختران دست به لمس آلت تناسلیشان میزنند و همین باعث آشنایی آنها به عمل خود ارضایی میشود. با گفته ای او خود ارضایی کوتاه مدت هیچ نوع مشکلی در پی نخواهد داشت، اما تکرار این عمل در یک روز چندین بار زنان و مردان را به دام احتیاط خواهد کشاند. او میگوید که آسیب های روحی و اجتماعی، ضعف در قوای جسمانی، درد در استخوان دردی ها و کمر و ضعف در چشم ها از دیگر عوارض خود ارضایی زیاد نزد دختران و زنان محسوب می شود.